سرد و چند درجه زیر صفر با این همه حرارت و عزم جزم اینجا جمع شدید برای گرامی داشت قیام 22 بهمن. درود بر همه شما که در این وضعیت خودتون رو به اینجا رسوندید. شما شعار بدین مجبورین سرمایه بیشتری رو تحمل کنین، پس لطفاً از شعارها کم کنین. خبرهای حتماً همه شما خبرهای قیام امروز اون هم از تهران و سراسر شهرهای ایران رو شنیدین. این خبرها چشم همه رو روشن و دشمن رو کور و مات کرده. اما قبل از اینکه من به اونها بپردازم، میخوام قبل از همه در مورد دادگاه امروز در پاریس یک بار دیگه نشون داده شد که عدالت بر ولایت و وزارت پیروز شد و من هم به نوبه خودم به همه و به شما مجدداً تبریک میگم. منظورم پیروزی بر ولایت فقیه ارتجاع. قدرت اون هم در این هوای سرد. منظورم پیروزی بر ولایت فقیه ارتجاع و وزارت بدنام اطلاعات اون و مزدوران رنگارنگ و هفت رنگ و هفتاد رنگ اونه. حالا همه به روشنی میبینن که پرونده 17 ژوئن سراپا با جعلیات فاشیسم دینی حاکم بر ایران و گشتاپوی اون ساخته و پرداخته شده و لکه ننگیه که باید هرچه زودتر از پیشانی عدالت فرانسه پاک بشه. در این مورد گفتنی زیاده، اونها رو به بعد موکول میکنم و میخوام از این فرصت کوتاه و ویژه تو این هوای سرد استفاده کنم و به سالروز تاریخی 22 بهمن و قیام مردم ایران برای آزادی و کنار زدن استبداد دینی بپردازم. بنابراین با درود به شهیدان انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران و با درود به شهیدان اشرف و قیام و همه شهدای انقلاب دموکراتیک مردم ایران. قیام کنندگان، دلیران، قهرمانان، پسران و دختران عزیزم در سراسر ایران، قیام شما امروز به اوج دیگری رسید و دنیا فهمید این قیامی است تا پیروزی. امروز شما مجدداً کاخ ستم و بیداد ولایت فقیه رو از بنیاد لرزاندید. و باز هم ایران و تمام جهان رو با قیام برای پایان دادن به سلطه سیاه فاشیسم مذهبی نورافشان کردید. قیام امروز شما صدای پرقدرت تمام ملت ایران است که میگوید رژیم ولایت فقیه باید سرنگون شود و چنین خواهد شد. Sarnegum, Sarnegum, Hukumat-e Ahundi, Sarnegum!
آمریکا احمدی نژاد درباره راهپیمایی های به اصطلاح شکوهمند عوامل رژیم در 22 بهمن رجز میخواند و وعده میداد که در آن جنازه نظام سرمایه‌داری تشییع خواهد شد. سرجلاد نیروی انتظامی تهدید کرد که هر گونه شعار انحرافی و رفتار انحرافی خونسا و سرکوب خواهد شد. و سه روز پیش خامنه‌ای برای بسیج عوامل خود وعده می‌داد که در روز 22 بهمن رژیمش با وحدت کلمه خود به دهان همه مستکبرین مش خواهد زد و باز هم آنها را مبهوت خواهد کرد. ولی دعوا میان مستکبرین و آخوندهای حاکم نیست. دعوا میان مردم به پاخواسته ایران و رژیم ولایت فقیه است و آنچه که باید تشییع شود جنازه همین حکومت فرتوت است. آری، آنچه که باید تشییع شود جنازه دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران است. رژیم ولایت امروز تمام توانایی، تمام قدرت و تمام نیروی سرکوبگر خودش رو، همچنین تمام دستگاه سیاسی و تمام دستگاه فرماندهی خودش رو به کار گرفت. سپاه پاسداران رو تمام عیار وارد کرد. قوای سرکوبگر رو زیر دست فرماندهی سپاه و تحت نظر شخص خامنه‌ای متمرکز کرد. سازماندهی بسیج ضد مردمی رو عوض کرد و شبکه اینترنت و تلفن‌های موبایل رو قطع و حتی مختل کرد. بسیجی‌ها و مزدورانش رو از استان‌های مختلف به تهران آورد. زبالدانی‌ها رو آهنین کرد. عکس‌های منحوس خامنه‌ای و خمینی رو از خیابان‌ها جمع کرد. غنی‌سازی 20% رو علم کرد و موشک با موش و کرم و لاک‌پشت و سوسک به هوا فرستاد. سریالی از بیدادگاه‌ها رو برای دستگیر شدگان قیام عاشورا برگزار کرد و بار دیگر مجاهدین و تمام مقاومت ایران و هواداران و پشتیبانان اونها رو محارب اعلام کرد. زندانیان سیاسی سابق و خانواده های اشرفی ها رو به زندان انداخت و با بیرحمی تمام آن دو جوان رو حلق‌آویز کرد و 9 نفر دیگر رو در صف انتظار نوبت اعدام اعلام کرد. موج بازداشت های فلهی رو در همه جا تشدید کرد، اونقدر که دیگه در زنداناش جایی برای اونها نبود. برای پوشاندن خروش شعارهای مردم بسیاری از خیابونها رو یکی بعد از دیگری بلنگو کشی کرد. خلاصه حد اکثر تمهیدات سیاسی، امنیتی، اطلاعاتی و تکنیکی رو به کار گرفت تا بتونه به خیال خودش قیام رو مهار کنه. باند مغلوب رو به مرزبندی با ساختار شکنی و ابراز وفاداری به قانون اساسی ولایت فقیه کشوند.